روزی جوان فقیری با فروش وسایل خود، ماها کار کردن و قرض گرفتن، توانست یک قایق کوچک ماهیگیری بخرد. در خیالش خود را مرد ثروتمندی می دید که به زودی از محل فروش ماهی‌های صید شده به ثروت خواهد رسید. در یک روز آفتابی با کوله باری از امید دل به دریا زد. هنوز از پارو زدن عرقش در نیامده بود که باد تندی وزید و در همه اولین سفر خود گرفتار طوفان شد و تمام داشته هایش، یعنی همان قایق و تور ماهیگیری را از دست داد. وقتی به هوش آمد، خود را در میان شنهای جزیره ناشناخته یافت. از اینکه قایق شکسته بود و دیگر تور ماهیگیری نداشت و خود را از آرزوهایش بسیار دور می دید، بسیار ناراحت شد. اما بعدم فکر کرد و گفت: حالا که زنده هستم چرا باید غمگین باشم؟ اینجا به انتظار می نشینم تا شب نشده خانواده و یه قایق‌های عبوری من رو نجات خواهند داد. تاریکی شب آرام آرام بر آبی آسمون چیره می شد، اما نه خانوادهش به سراغش آمدند و نه کشتی رس شطار رو نجات دهند. هوا رو به تاریکی می رفت و هر لحظه بر ترسش از تنهایی در جزیره نامعلوم اضافه تر می شد. با خود گفت: حالا که زنده ماندم پس دوباره می توانم زنده بمانم. باید بروم پناهگاهی پیدا کنم. به سمت تکه سنگ بزرگی رفت و با حصار قرار دادن آن، با ترس زیاد، با امید به فردای روشن که او را نجات خواهند داد، به خواب رفت. در را که از خواب بیدار شد احساس گرسنگی شدیدی کرد، اما چیزی برای خوردن نبود. در جزیره چرخی زد و از گیاهان و میوه های بدمزه ناشنا به ناچار خورد تا از گرسنگی نمیرد. از آب شور دریا خورد تا تلف نشود. با خود گفت: چه عیبی دارد اگر یک روزی برای تنوع هم شده باشد سبک زندگی هم عوض شود. بعد از نجات از اینجا دوباره غذای سالم و خوشمزه خواهم خورد. دوباره شب شد و کسی نیامد. جز صدای دریا، پرندگان دریایی و بعضن صدای باد، هیچ صدای دیگری نمی‌شنید. روزها گذشت و هفته‌ها آمدند و مرد قایق شکسته ناامیدتر از دیروز به محکم کردن پناهگاه خود در جزیره ناشناخته می‌پرداخت. میوه‌های بدمزه آنجا برایش خوشمزه‌تر به نظر می‌رسیدند. شوری آب برایش مهم نبود. از درختان برای خود آلونک، از برگ‌ها رخت خواب و از سنگ‌ها برای خود حیات حصارداری ساخته بود. سال‌ها هم چرخیدند و او سالیان سال در این شیوه عادت به زندگی تنهایی خو گرفت. حالا او مردی شده بود که خود را صاحب این جزیره می‌دانست و با آن عقد شده بود. دیگر دلش برای شلوغی شهر و آدم‌ها تنگ نمی‌شد. دیگر برای دیدن دوستانش بیتابی نمی‌کرد. روزها در جزیره به گشت و گذار و اکتشاف دست می‌زد. با دریا حرف می‌زد و پرندگان بازی می‌کرد. خزندگان جزیره دوستانش شده بودند. حمام او کل دریا شده بود. او به جای تلویزیون با آسمان آبی نگاه می‌کرد. سالها گذشتند و گذشتند و مرد جوان با ریش‌های بلند خود رو به پیری می رفت. همونطور که رو به غروب دراز کشیده بود، صدای متفاوتی شنید. به کمی بعد یک کشتی بزرگ را دید که از آن سوی جزیره در حال عبور است. یک لحظه در دلش به یاد روزهای اول افتاد و هیجان زده شد از اینکه می تواند از آنجا برود. میخواست دست تکان دهد و فریاد زند که ناگهان منصرف شد. با خود گفت: من اگر بروم خانه‌ام چه میشود؟ این حیاتی که درست کردم، تپه شنیم، رخت خواب راحتی که با جان و دل ساختم، حمام بزرگی که وسعت دریا دارم. او بدون اینکه به سالهای سختی و مشقت خود فکر کند می ترسید
که اگر به شهر بازگردد باز هم مجبور به قرض و زندگی با کلی مسئولیت‌های مهم، قبض‌ها در رفت و آمدها خواهد بود. کشتی داشت یواش یواش از او دور می‌شد. مرحله حساسی از زندگیش رسیده بود. در تعارض سختی گیر افتاده بود. بین ماندن در دنیای خود ساخته و صادقی درد سر و رهایی و نجات و بازگشت به حالت قبلی و خانواده و دوستان. کشتی که دورتر می شد توان مرد هم از دستش می رفت. نمی توانست تصمیم بگیرد و نمی توانست فریاد بزند. اون مات و مبهوت به تماشای دور شدن کشتی نشسته بود. او دنیای خود ساخته اش را به رهایی و نجات ترجیح داد. فردای آن روز در جزیره خود ساخته خود روی شنها برای همیشه به خواب رفت.